تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. سر سفره قرآن هستیم. از اول شروع کردیم، اواخر جزء 22 سوره یاسین آیه 5 و 6 و 7 و 8 هستیم. آیه ها تلاوت میشه، ما هم 5 6 دقیقه تفسیر میگیم. اما آیه 5 از سوره یاسین بشنوید. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. در آیات قبل این بود که ای پیغمبر، به قرآنی که حکمت دارد و محکم است قسم، در مقابل متلکی که میگن که تو لست مرسلا، تو قطعا از مرسلین هستی و بر راه مستقیم هستی. تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن از جانب خداوندی است که عزیزه، یعنی قدرت داره، نفوذ ناپذیره و رحیم هم هست. سرچشمه قرآن از عزت و قدرت است، عزت و رحمت است. قرآن از جایی برخواسته که منشأ عزت و قدرت و منشأ رحمت. قرآن آمد برای چی؟ آیه 6 میگه هدف قرآن چیه؟ لتون در قومن، برای که تو هشدار بدی قومی را که ما اون در آباهم فهم غافلون، به مردم اون چرا به نیاکانشون هشدار داده شده تو هم هشدار بدی. همینطور که نیاکان اینها هشدار دهنده داشتن، تو هم به این مردم زمان خودت هشدار بدی. لتون در قومن، هشدار بدی قومی را، ما اون در آباهم، همون هشدارهایی که به پدران اینها داده شد تو هم به این مردم بدی. خب انذار هدف به اسط انبیاست. به اسط انبیا برای از وظائف انبیا یکی بشارته، یکی هشدار. اونتا در چون مردم معمولا غافلن، کلمه انذار و هشدار بیشتر به کار رفته شده. پیغمبر فرستادن از کارهای و شرح وظائف خداست، از سنتهای الهیست. یعنی همینطور که خداوند یه دستوراتی به ما داده اسمش گذاشته احکام الهی، یه برنامه هم خدا برای خودش تعیین کرده، میگن سنتهای الهی. مثل مجلس شورای اسلامی یه احکامی وضع، قوانینی وضع میکنه برای مردم، یه قوانین هم وضع کنه برای خود مجلس که مجلس تعداد نماینده ها چقدر باشن، تعطیلات چقدر باشه، ساعت کار چقدر باشه، حقوق مرخصی چگونه باشه. مجلس یه قوانینی برای خودش وضع میکنه، یه قوانین برای مردم. خداوندم برای تشبیه یه قوانین برای خودش وضع کرده، میگن سنت های الهی. مثلا خداوند بر خودش واجب کرده که بر من واجب است مردم هدایت کنم، ان علینا للهدى، رزق مردم بر من واجب، علی الله رزقها. فرستادن پیغمبر لازمه. اون لتون در قوم ما اون در آبا هم، همینطور که برای نیاکان اینها پیغمبر آمد، برای نام با پیغمبر بیاد. یعنی فرستادن پیغمبر از سنت های الهی است. سنت الهی مثل احکام الهی است. احکام الهی دستورات خدا برای مردمه، سنت الهی قوانینی است که خدا برای خودش تنظیم کرده. خب تنزیل العزیز العزیز الرحیم لتون داره، یعنی باید انذار بر پایه تعالیم قرآن باشه. کسی میخواد هشدار بده، با خواب و خیال و شعر نمیشه مردم هشدار داد. اگر میخواد به مردم هشدار بدی، توجه بدی، اساس توجه باید، یعنی مبنای هشدار باید قرآن باشه. تنزیل قرآن نازل شد، لتون داره. تنزیل لتون داره یعنی چه؟ یعنی اگر بناست هشدار بدی، باید اساس هشدارش تو آیات الهی باشه. خب آیه بعد فرمود لقد حق القول علی اثرهم فهم لا یؤمنون. حق القول چیه؟ مسئله حق القول در آیه دیگه میفرماد که عرض کنم بزرگ شما که
حق القول منی لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، سوره سجده 13. حق القول منی لاملأن جهنم، اینجا میگه لقد حق القول. آخه دو بار حق القول تو قرآنه، یکیش قطعا مال جهنمه. میگه حق القول چه چی؟ یعنی حرف حق القول این حرف قطعی است. حرف قطعی اینه چیه؟ لاملأن ما جهنم پر میکنم از انس و جن لجوج. اینجا میگه لقد حق القول، یعنی قطعی است عذاب علا اکثرهم، عذاب خدا بر اکثر مردم قطعی است. حرف قطعی اینه که اکثر مردم دوزخی هستن. چرا؟ برای که اکثرشون فهم لا یؤمنون، لجبازن، منطق نمیپذیرن، معجزه قبول نمیکنن، اولیاء خدا رو تحقیر میکنن، ایجاد تشکیک میکنن، انبیاء رو میکشن. اون چقدر ایتمه که اکثر اینها ایمان نخواهن آورد. چون اکثرشون ایمان نمیارن، آیه 8 میگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردن اینها غل گذاشتیم. فهی الی الاذقان، این غلام یه زنجیر مثل زنجیر طلا نیست که زنا آویزون کنن. غلها که تو کلفته به جوری که تا چونشون میادی غلها چونشون هم بالا نگر میدارن. فهی الی الاذقان، یعنی غلها تا زیر چونه دارن. فهم مقمحون، یعنی اینها سرشون بالا سرشون بالا مونده. وقتی سر اینجاست دیگه آدم نمیتونه کلش کش کنه. حالی که میگه که ما به گردن کفار غل میندازیم، هم میشه غل مادی باشه، یعنی واقعا غل و زنجیر باشه که تو جهنم به گردنشون میذارن، که اذل اغلال فی اعناقهم، در آیه دیگه داره غل به گردنشون تو جهنم. یا مراد غل به گردنشون سرشون یه برابر نمیکنن، یعنی آداب و رسومی تا خرخره اینا رو گرفته، از اینا حق نمیبینن. همشون هم نیاکان چی گفته، آداب چی میگه، قبیله چی میگه. چون به آداب و رسوم غلط، به خرافات و بدعت غلط هم قول میگه و میگه ای پیغمبر، یکی از برنامه‌های پیغمبر اینه که ویزع عنهم اصلهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر اومده قول‌ها رو اگر دین اینا برداره، یعنی چی؟ یعنی آداب و رسوم غلط رو برداره. پس اغلال میشه قول مادی. این آیه 8 سوره یاسین میگه ما برگردن کفار قول گذاشتیم، غلها تا چونشون هست و نمیتونن سرشون رو ایبار بر کنن. غل گذاشتیم، یا یعنی به خاطر بدیشون تو جهنم غل میذاریم، نظیر آیه اذل اغلال و فی اعناقهم که میفهمه تو جهنم غل بگردشونه. یا غل مراد غل و زنجیرها، یعنی آداب و رسومیست که باید عنهم اسرهم و الاغلال اللتی کنه داره. همانا ما به گردن افراد غلها میذاریم، ای غلها تا چونشون هست. فهم مقمحون، یعنی اینها سرشون بالا مونده. آدمای لجباز، مقمحون که میگن قمح البعیر، یعنی سرشو بالا میکنه. یعنی شطور وقتی میری آب بخوره سرشو همچی میکنه که آب نمیخوام. میگن قمح البعیر، یعنی شطور بردم لب آب کردنشو بالا میکنه. یعنی قول و زنجیرها چنان اومده که هرچی حق نمیگی اینا همچی میکنه، در مقابل حق منطق معجزه میگن نه. لقد حق القول على اکثرهم، حرف قطعی است بر اکثر اینها. حرفی که قطعی چیه؟ حرف قطعی اینه که اینها باید عذاب بشن. ما به خاطر لجاجت قول بر اینها میذاریم، یه قول تا چونشون هست و اینها سرشون بالا نگه داشته شده، یعنی حق حرف رو نمیپذیرن. البته چون لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم، خداوند بی خودی قول به گردن کسی نمیذاره. اول میگه که لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، چون لا یؤمنون انا جعلنا. مثلا زده مثل دوزی که وارد خونه میشه میره زیر زمین، شما تا میدی دوز رفت تو زیر زمین در قلف میکنی، به پلیس خبر میدی شما در قلف کردی، اما چون ای با پا خود شما رفت تو زیر زمین، چون ای با نیت بد به قصد دوزی و سرقت وارد شد، شما درش قلف میکنی. چون اینها لا یؤمنون انا جعلنا على اعراضهم، چون ای ایمان نمیاره منم قول به گردنش میذاریم. خب این فرمود که لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون،
یعنی اکثر مردم ایمان نمیارن، پس معناش این نیست که حالا که اکثر مردم ایمان نمیارن ما پیغمبر نفرستیم. اگر انسان دیدی حرفی رو بزنه اکثریت گوش نمیدن، ولو برای یه نفر باید بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.